پناهجویان ساکن اردوگاه کنتا در نزدیکی شهر ونیز ایتالیا دوشنبه شب به دنبال مرگ یک پناهجوی ساکن این اردوگاه دست به شورش زدند ساندرین بایاکوکو زن جوان 25 ساله اهل ساحل آج شب گذشته پس از انتقال به بیمارستان درگذشت برخی گزارش ها از تاخیر 8 ساعته برای رسیدگی پزشکی به او خبر می دهد. با این حال مسئولان بیمارستان تاکید می که رسیدگی پزشکی به این پناهجو به موقع انجام شده است یکی از ساکنان نزدیک اردوگاه میگوید شروع به اختشاش کردند و به وجود تا آنجا که من می توانستم ببینم میزها را مقابل درب ورودی گذاشته بودند همچنین جلوی درب ورودی آتش روشن کرده بودند صدای داد و فریادشان را می توانستید بشنوید باید بروند همه آنها باید به خانه برگردند و از همان ابتدا جلوی مهاجرت آنها را بگیرند کافی است. درها بسته است مقامات ایتالیایی در آخرین روز سال 2016 دستور عملی را منتشر کردند که به موجب آن این کشور همزمان با تسریع روند اخراج پناهجویانی که با درخواست پناهندگی آنها مخالفت شده، اردوگاه‌های بیشتری را به اسکان پناهجویان اختصاص خواهد داد.